یافتم که نیروان مردی بود در کمال نزه، که به فریب تبهکاران از راه تقوا دور افتاده و به اقوای قولان که به صور صلاح و سداد آراسته بودند، از وادی ایمن و بلاد قدس به زمین مطرود که به طرف شرق وادی ایمن است بیرون شد و گفت که چون چندی از دیار خیش دور افتادیم، همراهان حسود به حیل و ناراستی گراییده و از چهره نقاب سلامت برداشتند و به عذرها از همقدمی با من باز ایستادند و مرا در بیابان تقدیر به نواحی مطرود رها ساختند، که در آن تیهه بیکرانه نه نشان از مأمنی در کار بود و نه اثر از هادی و راه آشکار. خود به دست حوادث سپردم و چون جویبارها که در پستی راه گذر می جویند و هر خار و خاشاکی در مسیر یابند به همراه می برند، بی توقف قدم بر می داشتم و غبارهای تیره و شوم که از گردبادهای چهار ضلع تیهه سرگردانی بر می خواست، پرده پرده وجود مرا که الطف از سیاله های مغناطیسی بود در ملبوس های حیات خاکی و روپوش های بیروزن دنیا می پوشید، تا آنجا که نیروان چون کوکبی درخشنده که در دهان اجده های سهمگینی فرو رود، بی هیچ قدرت و مقاومتی تسلیم شد و به اقمای عمیق افتاد که حتی افسانه های شهر و دیار و یادبودهای روزگار پیشین هم از او دور شدند. موجودی نوخاسته بدون اسم و رسم در تومار هستی سیر می کرد و حال آنکه روح آگاهی در او مخفی مانده بود، هنوز زمان مقیاس‌های خود را نیافته بود، در ابدیت راه قدم‌ها به آسانی شناخته نمی‌شوند. در این زمان بسیار ممتد یا بی زمانی که من در دقیقه عدم خفته و یا در طول حیات به قدم جبر راه هستی را طی کرده بودم، در صخره از هم گسستگان پیوسته طبع خود را یافتم که از دیوارهای حصارش بوی مرگ برمیخواست و قطرات زهر افسون و خون دل فرو میریخت و گرسنگی آز که طبیعت آدمی را اشباع کرده، آن را به کام قبور مردگان دنیا چون شهد مصفایی مطبوع لذت بخش می نمود. حوا مادر زندگان نیروان را جهت پرورش عقده حیاتیش در آغوش جای داد. انسان ملکوتی که به وجود خیشتن ظلم روا داشت، از بهشت آرام به دوزخ اوهام و معبد شیطان افتاده و در پیش و پس شعله های عذاب به هیمه خشک آرزوها حیات بهیمی خود را پیریزی می کند و همواره گناهانش در پیش در نمایان است. رحم خیانت ساکنان معبد شیطان را به شراب کفر و عصیان مست کرد و زینتهای طلایی را بر مزار مردگان جلوه داد تا از ثمره حیات محروم ماندند. زیر این آسمان که به چراغهای کرات آراسته، پرتگاهی است که شیطان در آن مجال یافته تا شریران را اغوا کند و آتشی از عذاب خداوند بر آن گمارده شد که از شعله هایش خروش ها و فریاد های جهالت اندود می جوشد و جواره کافران از فشارها و سرکشی هایش پاره پاره می شود. اما دائم هدایت هادیان افسون را در نهاد شیفتگان خطا افسونی می بخشد تا به آن هنگام که آفتاب در هم پیچیده شود و ستارگان فرو ریزند و دریاها پر شوند و قبرها زیر رو گردند، در آن روز به دست عدل نامه ها گشوده خواهد شد. جان مرا فراموشی عمیقی فرا گرفت که دیگر نه نام خیشتن می دانستم
و نه به سعادت از دست رفته اندیشیده است و از فقدانش غبطه می‌خوردم. موجودی دیگر شدم و هویتم در روپوش‌های رنگارنگ طبیعت که نسوجش به دست شیطان بافته شده بود مدفون شد و چون ابرهای بی‌آب و گردبادهای مخوف تب رهسپار بودم. صفای خاطرم در پرده‌های کدر و تاریک مخفی ماند. شخصیتم به خواب سنگینی فرو رفت. دیگر از خیشتن نشانی نمی‌یافتم، زیرا من به هر صورت دیگر خود را می‌نمودم و حال آنکه آنها من نبودم. رشته‌های تعین و قماش‌های اجساد موهوم لباس مرگ بر هیکل ملکوتی نیروان پوشید و نیروان را نه چنانچه او بود نمود. فشارها از بیغوله تب به لباس طبیعت بیرونم راندند. به ظاهر مردم، به زمین مطرود و بلاد غفلت فرود آمدم و همه نقوش آن را که به رنگهای ظلمت تعبیه شده و به ریسمانهای پیچیده کلاف سردرگم که در این حال بدیع می نمود به دیدگان تب دیده، از نظاره آن طفلانه دلشاد و فریفته شدم. نیروان به سرمایه آرزوها، به بلاد غفلت و زمین مطرود رانده شده بود. در این عالم طبیعت با طبیعت داد و ستد دارد که امواجش کمندهای شیطان است و در محیطش درویی ها و ازداد با هم به صلح و جنگند. دیوان پری رو مانند درندگانی خوشنقش و گرسنه به نامهای خود انسانها را در خیش می بلعند و مزبله هایش به خونخاری آسیان پر رونق است و تیرگی های عمیقش حجاب های زخیم انوار هدایتند. اینها همه منسوبات ناسوتی نیروان بودند، زیرا محیط طبیعت محیط نسبت هاست و این نسبت ها قانون بلا معارض زندگی در بلاد غفلت است. انسان ملکوتی پس از طی راه‌های شکسته و پی در پی در بیابان تقدیر، چون به دروازه عرض مطرود رسید، از فرط خستگی جانفرسا بر بالش ناهموار و پرشکنج طبیعت به خواب سنگین و عمیقی فرو رفت و از رویاهای جهنمی معبد شیطان به عذابی وحشتزا دچار گردید. من که نیروان هستم، مانند مردی در این گردهای فریبنده و غلیظ خفته بودم. در شبانگاهی که ساکنین بلاد غفلت رسوم و قیود طبیعی را در طاق نسیان گذارده بودند و نسبتهای طبیعی در پیش و خم واهمه های بشری گم شده و به خواب شیرین فرو رفته بودند، از روزنه حصار معبد شیطان شعاع شکافنده بلاد قدس به آهنگ خوشتنین مغنیان وادی ایمن از زندان آرزوها گذشت و سرودهای ملکوتی را دوباره به گوش جانم خواند. شبها می گذرند و سحرها نوباوگان امید را در دامن خود می پرورانند، اما زنجیرهای تعلق و بستگیهای مادی دیوارهای زندان مرا مستحکم کرده بودند. صدای آشنا محرک روح آدمی است و انسان را به مبارزه با دشمنانی که در پهلوی او به آسودگی و کام روایی آرمیدند برمی‌انگیزد. خواستم از روزنه حصار پنهان از دیدگان وسوسه شیطان به هدایت اشعه امید بگریزم که نگهبانان معبد شیطان به مواظبت حرکات و سکنات غیر معنوسم به پا خواستند و از هر طرف احاطم کردند. بیم و امید در نهان خانه جانم سرودهای وصل می‌خواندند. روشنایی های حیات نخستین مانند پریان سبکبا به قدم های نرم و نوازنده بر جاده جانم می‌گذشتند.